امروز قرار بود میان سپیدار و ارگ توافقنامه ایجاد و حکومت همشمول و فراگیر به امضا برسد اما ظاهرا به دلیل اختلافات روی برخی از موارد بار دیگر به تعویق افتاده تا فرصت برای گفتگوی بیشتر فراهم گردد سرنوشت وزارت خارجه دادستانی کل و وزارت مالیه از موارد اساسی این اختلافات است برخلاف سال 93 که توافق یک شبه صورت گرفت این توافق نامه تا کنون زمان زیادی را در بر گرفته است عدم استقلال جهان از نتیجه اعلام شده است سوی کمیسیون انتخابات تشدید جنگ و به سرنوشتی بحث صلح فشارهای جامعه جهانی جهان فراگیر کرونا و تغییرات جدیدی که در سطح منطقه و جهان ایجاد شده است از عوامل تحصیل گذار در تهیه این توافق نامه بوده است تفاوت دیگر این است که در سال 2014 توافق میان دو تیم انتخاباتی صورت گرفت در حالی که این بار قضیه فرق میکند و قرار است میان دو دولت اعلام شده در کابل تفاهم برای تشکیل حکومت فراگیر و با قاعده وسیع صورت بگیرد با امضای این تفاهم حکومت بعدی شکل میگیرد و به شکل اتومات نتیجه اعلام شده است که از سوی کمیسیون رنگ میبازد قانون اساسی برای بار چندم است که با چالش دشوار قرار می گیرد و متاسفانه هر بار در حل بحران انتخاباتی و تقسیم قدرت به خاطر کاستی ها و نارسایی های ذاتی آن عاجز میماند. متاسفانه قانون اساسی نافذ فعلی که 20 سال پیش تدوین گردید با واقعیت های عینی جامعه متکثر و چند فرهنگی افغانستان همخوانی ندارد و در بحث توضیح قدرت کاملا غیر منصفانه و یک جانبه است ضرورت اصلاح و ویرایش قانون اساسی از آن حیث مهم و ضروری است که این قانون برای بار سیوم در آزمون توضیح قدرت ناکام میماند قانونی که حلال و مشکلات یک جامعه نباشد قانون نیست بر هر حال نکته ای که مسلم است این است که حکومت همشمول بعدی که با شراکت مساویانه و برابر هر دو تیم در ساختار قدرت تشکیل می شود عمر کوتاهی خواهد داشت و شاید مهمترین مموریتان مبارزه با ویروس و کرونا و رفتن به سوی گفتگوهای صلح باشد ظاهرا در این دو مورد هم تقسیم وظایف صورت گرفته است طوری که بحث مبارزه با کرونا به جانب برگ و بحث صلح به جانب سپیدار سپرده شده است مطمئنا این توافقنامه برای هر دو طرف ایدهال نیست اما از واقعیت نمیتوان فرار کرد قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد ویدیوهای جالب سیاسی فرهنگی تاریخی و ورزشی را از نوری پلاس دنبال کنید لطف نموده چینل ما را سبسکرایب نمایید و از تازه های خبری آگاه شوید